عزیز و سلام به یکایک شنوندگان با وفای این برنامه هفتگی. عنوان برنامه امروز من چنین است: رفسنجانی خار چشم رهبر بیمار. در حوزی که ماهی نیست، قورباغه سپهسالار است. آقای خامنه‌ای که در روزهای اول انقلاب معاون وزارت جنگ، یا به اصطلاح مصدق کرش و شعبست کرد و گفت وزارت دفاع ملی، ایشون معاون وزارت جنگ بود، هرگز در خواب هم نمی‌دید که روزی روزگاری جای خمینی بنشیند و مالک و رقاب 75 میلیون ایرانی گردد. در اوایل انقلاب که رفسنجانی نه حجت الاسلام بود نه آیت الله، شد معاون وزارت کشور. آقای خامنه‌ای معاون وزارت جنگ، رفسنجانی معاون وزارت کشور. حالا براتون شنوندگان عزیز میگویم که این دو نفر چه کاری کردند. کارستان. در هر حال این دو روحانی که مرد رزم و بزم بودن، نه اهل سیاست، به اصطلاح امروزی ها، در آن دو وزارتخانه کارآموزی می کردند تا شم و طرز کار در این دو وزارتخانه را یاد بگیرند، ولی چون نقشه هایی از پیش طرح کرده بودند، مشغول اجرای آن نقشه ها شدند. در هر حال در اوایل دولت بازرگان که در تب انقلاب می‌جوشید، آنها آنقدر وزرا قدرت نداشتند که معاونین روحانی خود را از تند رویهایشان کنترل کنند. در نتیجه کشور ایران را رفسنجانی مذهبی کرد. فوراً تمام استانداران کرواتی، فرمانداران کرواتی را همه شنو مرخص کرد. به جای آنها مکتبی ها را جایگزین کرد. پاسداران و بسیجی ها بخشدار تمام بخشداری های کشور شدند. امام جمعه های شهرستان ها، مراکز استان ها تعیین شدند و به استانداران دستور داد آقای رفسنجانی باید مطیع امام جمعه ها باشند. ولی شنوندگان نازنین گوش کنید، کاری را که آقای خامنه‌ای در وزارت جنگ کرد مهمتر از و واقعا مؤثرتر از کار رفسنجانی بود و ثابت کرد بیش از رفسنجانی در پیش برد انقلاب اسلامی صحنه بسزایی داشته است. حالا من براتون تعریف میکنم که اون صحنه بسزا چی بوده. آقای خامنه‌ای پاسدار فریدون را که نامش را به روحانی تغییر داده و الان ایشان رئیس جمهور ایران هستند، مأمور پاکسازی و تصفیه ارتش شاهنشاهی کرد. به این ترتیب ضربه‌ای که روحانی به ارتش شاهنشاهی زد دردناکتر از کار ارتش بود بر باقی و فردوس بود. روحانی صرف یک ماه تمام افسران را که درجه نظامی آنها از سرهنگ بالاتر بود، تعدادشان هم به چندین هزار نفر می‌رسید، اینها را اخراج کرد، تصفیه کرد، بدون اینکه حقوق بازنشستگی به آنان پرداخت شود. تعداد بسیار قلیلی آنها که از زمان قدیم با روحانیون همکاری می‌کردند، اونا ابقا شدند و همون ریشی که اون موقع هم گذاشته بودند، این ریش دائم
بلندترش کرد. به این ترتیب تعدادی از عمرای ارتش شاهنشاهی از کشور خارج شدند. عده‌ای از ترس مخفی شدند. جمع کثیری توسط خلخالی اعدام شدند. روحانی حتی به عمرای ارتشی که باز نشسته بودند هم رحم نکرد. تعدادی از آنها را تحویل خلخالی داد که تیمسار سرلشکر مطبوعی 97 ساله هم جزء آنان بود. ایشون رو مدتی زندانی کرده بودن و زندانیش هم تمام شده بود، به خانهش رفته بود. بله نبه و نتیجه هاش بود. این از خانهش در آوردن و اعدام کردن. سرلشکر اذهانی نخست وزیر شاه اگر به خاطر کهولت کسالت به آمریکا نرفته بود، او هم یکی از این محکومین به مرگ بود. روحانی با افتخار و سربلندی در جلسه علنی مجلس شورای ملی، میگم مجلس شورای ملی، معذرت میخوام، در مجلس جمهوری اسلامی، این خدمت خود و پاکسازی عوامل طاغوت ارتشی را بزرگترین افتخار برای خودش در مجلس مطرح کرد. در هر حال در گزارشات مجلس موجوده. ارتشی که رضا شاه و فرزندش 160 نفر از امیران آن را به مدرسه افسری سنگسیر فرانسه فرستاده بودند که همه آنان در ارتش نوین ایران خدمات برجسته‌ای کردند، به مقامات عالی نظامی و اجتماعی رسیدند. سنگسیر فرانسه، شنوندگان عزیز من، بزرگترین قدیمی ترین دانشگاه نظامی دنیاست که در سال 1808، البته 1808 میلادیه، میشه تا حالا میشه 210 سال قبل، به دستور ناپولون بوناپارت، ناپولون اول امپراتور فرانسه، تأسیس شد. تا کنون بیش از 100,000 افسر از آنجا فارغ التحصیل شدند، به ممالکی که آنها را فرستاده بودند برگشتند. در آن ممالک امور مربوط به ارتش نظامیان را در عهده گرفتند. حالا مجسم کنید، الان ببینید که این فرماندهانی که ما داریم اصلا، اینها اصلا حتی دانشکده افسری موجود اون زمان را ندیده بودند. بالاخره میگن بلد دید بلد چه گندر بگیر. حالا من اصلا اسم این افرادی که از اینجا 160 نفری که من الان نمیتونم بگم، ولی من دو سه تاشون الان یادمه، مثلا سرلشکر فیروز، سرلشکر شقاقی، سرلشکر شفایی و تمام این هم دوره های اینا جز کسانی بودن که جز این 160 نفر بودن. تا روز آخری که سلطنت پهلوی ادامه داشت، هر ساله مرتبا عمرای ارتش را به سنشیر فرانسه میفرستادن. خلاصه آقای روحانی، رئیس جمهوری فعلی ایران، چنین امیرانی را سلاخی کرده است. در هر حال شنوندگانم، اگر چه کار آر نیست و بیکاری میشه به سر افکندگی، وقتی من در همین پاریس میبینم که چندین افسر نیروی هوایی ایران، مخصوصا خلبانان اکروجت که دولت برای آموزش فن خلبانی با فانتوم میلیاردها میلیونها دلار خرج کرده، اینها دارن در پاریس تاکسی رانی میکنن. به شرف آنها و استقامتشان من سر تعظیم فرود میآورم. من یکی دو نفر از آنها دیدم، دست روی آنها را بوسیدم. در آلمان، سایر شهرها این مظلومان تاریخ فراوانند. من به فکرم رسید که فرصتی است، نه برای وراجی و حرف زدن،
بلکه برای احقاق حق و بزرگ داشته آن مظلومان تاریخ بود که هیچ چیز در سر نداشتند مگر حب وطن و عشق به شاه. من معتقدم باید سمیناری به همت کسانی که برش سیاسی کافی دارند و این حرف مرا امروز برن می شدوند بیایند سمیناری تشکیل بدن تحت عنوان بازشناسی ارتش شاهنشاهی ایران، این را ایجاد کنند. من والا نظامی نیستم، من دارم توصیه به نظامیانی که الان در دنیا هستن دارن این حرفای من گوش میدن، جمع بشن با هم دیگه بیان. اقلن این که چیزی نیستش که همه تون اطلاعاتی دارید، این اطلاعات جمع‌آوری کنید تا لااقل حقی از آنها در تاریخ به جا بمونه. این وظیفه شماست اگر این صدا را میشنوید. والا خیلی احساسی شدم، ولی میخوام الان ببینید من قبل از اینکه برم اصلا راجب رفسنجانی بوده صحبت امشب، ولی اینقدر ناراحتم. من میخوام یه خاطره را برای شما تعریف کنم که در زندگی من واقعا پیش اومده، یه سند افتخار برای من. من یه قطره آب میخورم و بعد ادامه میدم. سالهای سال بود که در مجله وزین کاوه که زندگیاد محمد عاصمی را اداره میکرد قلم میزدم. درست یک سال قبل از مرگ او برایش نوشتم محمد جان 70 سال است می نویسم و بسله بر آب می زنم، دیگر نخواهم نوشت. واقعا پیر شدم، واقعا خسته شدم. جوابی را که آن بزرگوار به من داد را در مجله کاوه در شده بود به طور بسیار خلاصه برایتان می خواهم. خیال کردی که گفتی نوشتن را ترک می کنیم دیگر پس از 70 سال قلم زنی تمام شده است، راحت شده ای؟ نه عزیزم، از این بیماری خلاصی نداری. این قلم چون دوالپا گرد وجودت حلقه زده است، سخت گره خورده است و تا دامن کفن نکشی زیر پای خاک باور نکن که دست دامن بدارد. ناصر جان باز هم می نشینی، باز هم می نویسی و مثل من انگوشت هایت درد می گیرد و حیا نمی کنی. من و تو و ما نویسندگان محکوم به نوشتن هستیم. ما از آنهای دیگر که کیسه پر کرده اند آسوده خاطرتر شادتر بوده ایم و به کثافات آلوده نشده ایم. این را دست کم نگیریم. باز هم ناصر جان عزیز من خواهد نوشت. تو خودت نمیدانی که با بیانی ساده و خودمانی در نوشته هایت ابرهای دوگانگی را با هم گره میزنی و از این برخوردها رنگین کمانی میسازی. چشم ها را با خواب، خواب ها را با رویا، رویا ها را با قهقه آشتی میدهی. تو نشان میدهی که از این همه ستاره ها که شب در آسمان با بتالت میدرخشند گردنبندی نورانی میسازی. تو ثابت میکنی که میتوان دوست داشت و تنها بود، میتوان عشقهای بزرگ را در دهلیز کوچک قد جا داد، فقط باید عاشق بود. حتی اگر معشوقی در میان نباشد تو از کوله بار خاطراتت خبرهای خوب، پیام‌های امیدوار کننده، حرف‌های قشنگ در می‌آوری و با خوانندگانت و با شنوندگانت
تقصیر میکنی. محمد عاصمی مدیر ماهنامه کاوه ششم شهریور ماه 1387 مونیخ. شنوندگان عزیزم، آنقدر از این شاهبان شاه الان پریدم که رشته کلام و موضوع بس آقای بهرمانی ملقب به رفسنجانی از دست رفت. آقای رفسنجانی مهره غلطان جمهوری اسلامی که در یک صحنه نمایشی که بر همگان روشن و آشکار بود آقای خامنه ای را به عنوان رهبر گوش به فرمان خودش انتخاب کرد، اما با همه زرنگی نمی دانست قدرت غرور می آفریند و غرور است که بزرگی ها را به شکست می دارد. رهبر جاسازی شده همان روزی که در مقایسه احمدی نژاد و رفسنجانی احمدی نژاد را بر رفسنجانی ترجیح داد، وقتی اجازه نداد که رفسنجانی در نماز جمعه سخن گوید، او به اشتباه خود پی برد، ولی خود ساخته را چاره ای جز سکوت نبود. بازداشت فائزه و مهدی ضربه های دیگری بر او وارد کرد. رفسنجانی جوان دیروز امروز پیر مردی توفالود و جاسنگین شده است. اکنون پیامی برای او دارم که امیدوارم یک نفر به گوش او برساند. توصیه به آقای رفسنجانی. آقای رفسنجانی، شما که برای دو کتاب نوشتن بگو زندگی نامه شارل دوگل و نلسون ماندلا را برایت بیاورند، آن را برایت بخوانند تا عبرت گیری. آقای رفسنجانی، بدان و آگاه باش و بدانند و آگاه باشد کسانی که سوار شیر میشوند نمیتوانند مدت زیادی سواری بگیرند. و حالا نوبت سرنگونی شماست. روزهای غربت انبوهی از درد و غصه در دل نسل من تلمبار میکنه. آخرین صفحات کتاب زندگی جنرال دوگل نوشته یکی از اعضای اکادمی فرانسه به نام پیر فیت را که به تازگی در پاریس منتشر شده خواندم. کتاب را بستم. صبح‌های سرد، روزهای بی‌آفتاب، غروب‌های دلتنگی و غم‌زدگی، اما با همه اعضا و جوارح بدن از این تبعید اجباری در رنج جز تحمل کار دیگه نداریم. چشمان انسان در همین تبعید اجباری به روی دریچه هایی گشوده می شود که گرچه تکرار آن بقایه و ما عادی و معمولی جلوه می دهیم، ولی وقتی انسان به هویت خویش مراجعه می کند و به نوعی حاکمیتی که در همه زمان ها بر هم بر موتنش حکم فرمایی می کرده می اندیشه، خود را فرسنگ ها از این بقایع که ما باش رو به رو هستیم دور ببینه. حالا گوش کنید شنوندگان عزیز، چندی پیش تمام رسانه های خبری فرانسه برنامه های آزی خود را با پخش خبر در گذشت جورج مارشه قطع کردن. جورج مارشه حدود یک ربع قرن رئیس حزب کمونیست فرانسه بود و کمونیست های فرانسه را رهبری میکرد. رئیس جمهور راستگرا ژاک شیراک. افراطی ترین راستگراهای فرانسوی مثل ادوارد بالادور ده ها رجال مش
منشور راستگران با ارسال پیام تسلیت وقتی که جورج مارشال فوت کرده بود. گوش کنید برای کسی که رئیس حزب کمونیست فرانسه بود، اینا راستگران بودن، اینا مخالف بودن. قیام های تسلیت، امضای دفتر یادبود، شرکت در مراسم تشییع، یادبود کسی که سالها با او در جنگ سیاسی بودن شرکت کردند. او را به عنوان انسانی که گرچه افکارش نقطه مقابل دیدگان آنها بود، ولی در دلش موج عشق به وطن در تلاطم بود، ستودند. حالا حسابش کنید با مملکت من خودت، نگاه کن ببین مخالفین با مخالفین چه کردن. تا تونستن کشتن، تا تونستن زندانی کردن، اونی که دیگه خجالت میکشیدن والا بکشن، اونو حسد خانوادی با زن و زن بدبختشون، همه حسد خانوادی میکردن. آخه کجای دنیا چنین قوانین جاریه؟ لحظه هایی جای جورج مارشال را با رهبران کمونیست در کشور خودم مقایسه می کنم. حتی اعضای هوادار حزب توده، مجاهد، فدایی و غیره، من مجسم می کنم چگونه دست دسته از سن 15 به بالا به جوخه اعدام سپرده شدند. جنازه آنها در قبرستان عمومی حق دفن نداشت و بایستی در لعنت آباد و کفر آباد بدون هیچ علاوت و سنگی مدفون شود. خب اینا تاندانس چپ داشتن دیگه، در فرانسه دیدید با تاندانس، با اونان که تمایل چپ داشتن با رئیسش با دیگران چه کردن. خب چرا ما باید اینجور ظالم باشیم؟ چند روز قبل از اینها، از این هزارها راننده کامیون فرانسوی در این هوای متلاطم، اینها تمام جاده های سراسر فرانسه را بستند در اعتراض به کمبود حقوقشان. در 1800 راه در اتوبان ها و چیزا تمام جاده ها بست شد. حالا حسابش برسید دیگه، اصلا کشور یعنی تمام ارتباطش منقطع شد. موجی از نگرانی برای کمبود مواد غذایی همه شهرها را فرا گرفت. بنزین، مواد سوختی دچار کمبود شد. ولی گوش کنید شنوندگان عزیزم، ولی حکومت جز گفتگو در یک محیط کاملا آزاد، جز این هیچ عکس‌العملی از خودش نشان نداد. یک مرتبه به یادم آورد هموطنان مظلوم من در اعتراض به نبود و کمبود آب آشامیدنی در اسلام شهر، یعنی گوشه‌ای نزدیک به همین تهران خودمون، در حوالی جاده سابق و سراغ آزادی، فقط اعتراضی آرام در مقابل شهرداری کردن و دولت اسلام و رحم و شفقت انبوهی از کشته، صدها بازداشتی که معلوم نیست چه بر سرشان آمد، بر جای گذاشت تا اینکه صداها خاموش شد، حلقوم‌ها فشرده‌تر شد. در این حالات است که این راهبندها، رابندان ها در این شهر، در این مملکت که خیلی برای همه ما ایرانی ها عادی به نظر میرسن و خیلی معمولی و روزمره است، منظورم این منظورم ما ایرانیان غربت نشین هستیم که به این صحنه ها نگاه میکنیم، با کشور خودمون مقایسه میکنیم. وقتی در کنار هویتمان و حاکمیت سرزمینمان و به اینها ما نگاه میکنیم، واقعا چقدر غریب و باور نکردنی است. وقتی که عمیق میشویم باورمون میشود که حکومت در کشورهای غربی چقدر مشکله. حکومتی که نمیتواند
چند سانتیم بر قیمت اجناس مورد مصرف مردم بیفزاید. اگر هم افزایشی هست، ده ها دلیل موجه که از صافی مراکز علمی و تحقیقاتی گذشته است باید پشتیبانه این تحقیق باشد. در حالی که گاهی می شنوم و می خوانم که نرخ ها در کشور ایران ساعتی بالا میره و پایین میاد، صدایی از کسی بر نمی آید. در این مملکت خارج هر بازداشتی بیش از چند ساعت مقرر در قانون غیر قانونیه. یعنی اگر بیشتر یکی دو ساعت یه نفر بگیرن غیر قانونیه. متهم در هر رده‌ای که باشد حق دفاع، انتخاب وکیل دارد و به هیچ وجه نمیتوان او را بیش از چند ساعت در زندان نگاه داشت و او دسترسی به تمام رسانه‌های خبری برای دفاع از خودش داره. عملا حکومت، رئیس جمهور و همه را میتواند به زیر سوال بکشد، کما این که الان رئیس جمهور سابق فرانسه از طرف دادگاه احضار شده و بایستی خلاف هایی که الان به نسبت بیدن پاسخگو باشه و هیچ بعید نیست که محکوم هم بشود. در هر حال کشوری که هزارها انسان گمنام هزاران سال از عمر خویشتن را در زندان ها می گذراند بدون اینکه فامیل نزدیک آنها خبری از زنده یا مردن اونها داشته باشند، حالا اگر از فرج سرکوبی و امیر انتظام صحبتی به میاد از مواضع استثنایی است. اینها انسانهای خوشبختی هستند که به برکت رسانه‌های خبری جهانی حالی از مسئولیت در اطرافشان ایجاد شده. دریغ و درد به حال زنان و مردان و جوانان معصومی که نه نامی دارند و نه رسانه‌ای در دنیا بیادان هاست، نه مادر و پدر و همسر و فرزندانشان می توانند فریاد رسان ها باشند. جز تحمل عذاب، شکنجه و مرگ چیزی برایشان وجود ندارد. من امیدوارم روزی به یاد این هزاران هزار شکنجه دیدگان گمنام و بیار هموطن ما، چانها که جانشان به باد رفته، چانها که زندگیشان در مسیر باز رفتنه، همتی بشه یه بنای یاد بودی برپا بشه تا هموطنان ما در آینده با آب چشم آن را شستشو داده تسلای بازماندگان اونها باشن. خب چشمان ما اینها رو همه رو میبینه، ولی من چشمم باز هم چیزای دیگری رو میبینه. من میبینم گروهی با عقیده متضاد با فرق چند ده هزار رأی کنار میره و گروه دیگه به فاصله چند ساعت قدرت را قبضه میکنه. حس هویت من این انتظار را در میبینه و که مثل آنچه در وطن من میگذره گروه حاکم به جون گروه بازنده میفته، یکایک آنها را به طور همکاری با رژیم منفور گذشته از خانه ها بیرون میکشه، اموالشان را مصادره میکنه، آبرو و حیثیتشان را در جرایم میبره، با خفت و خاری آنها را جلوی جوخه اعدام میکنه، به زندگی زن و بچه فرزند آنها رحم نمیکنه. در این چقدر تعجب انگیز است که در کشورهای غربی، گوش کنید شنوندگان عزیزم، طرف برنده به ملاقات طرف بازنده میره، با خوشرویی پست را از او تحویل میگیره و گروه بازنده همان منزلت و احترامی را دارد که در گذشته داشته است، یا مورد مشورت قرار میگیرد، یا خود را بازنشسته میکند،
یا به تدریس آنچه آموخته در دانشگاه های درجه اول دنیا مشغول میشه. کتاب خاطرات خود چی میشه؟ با دستورت های کلان در مجامع بین المللی برای ایراد سخنرانی دعوت میشه. چشمان من به من میگوید اگر حکومت در این بلاد کفر و الحاد آنقدر مشکل است، سرانجام چنین پایانی دارد که با احترام و وقار همراه است. از همه مهمتر، حاکم امروز آنچنان با لطافت و ظرافت و آرامش تسلیم بر کناری خود می شود که تصور آن برای یک جهان سومی چون من غیر ممکنه. منی که می بینم حاکمین بر ممالک آن بر خط با چه نیرو و قدرتی بر صندلی های خود چسبیدن که اگر جز با قطع کردن سر و دست آنها بر کناریشان مشکل به نظر می رسد. این طور است که ما می بینیم حتی اگر قانون انتخاب بیش از یک دوباره یک رئیس جمهور را فقط میتونه دوباره رئیس جمهور بشه قدقن کرده است، میبینید میشینن پست دیگری برای رئیس جمهور قدیم انتخاب میکنن که نه به موازات بلکه موافق رئیس جمهوریست. شورای تشخیص مصلحت نظام، خب آقای رفسنجانی بعد از دوبار رئیس جمهوریست میشه رئیس شورای تشخیص مصلحت نظام، یعنی هرچی اینا تشخیص بدن مصلحت دیگه، مصلحت نظامی. من چشام میبندم، این مناظر در ذهنم چون تصاویر فیلم سینمایی رژه میرن، حسرتی سرد وجودم را فرا میگیرد. با خود میگویم چه میشد آخه عمری بود، روزی بود، روزگاری بود که همه این صحنه های یک نواخت دیار کفر در وطنم با چشمانم من میدیدم. میدیدم که جوانان اسلام شهری که به خیابان ها آمدن حرفشان را میزنن، شعارهای خود را میدهن و مسئولین مملکت شور میکنن، با آنها به گفتگو مینشینن، دست آنها را میفشارن، سرانجام با لبخند به توافق میرسن. نه اینکه صدها نفر آنها را بکشند و صدها نفر را زندانی کنند. رئیس رهبر هر کشور وقتی به مسند می نشیند باید زمان و حدود قدرتش مشخص باشد و به مجرد پایان رسیدن اون دورش بی هیچ خونگیزی و کشت و کشتار حکومت را به نفر بعدی خود تحویل دهد. راستی خودمانی اگر اینطور می شد، آیا این همه رهبران حاکم بر کشورهای ما در نظر هموطنانشان اینقدر منفور می شدن که امروز منفور هستند که حتی قبور آنها نیست پس از تغییر حاکمیت از تجاوز مردم در امان نباشد؟ دوگل که قهرمان فرانسه بود و هست، با کمترین نشانه اعتراض جوانها مسند قدرتش را ترک کرد. آقای رفسنجانی، آقای رجال ایران، گوش کنید. الان فرودگاه شاردوگل، متروی شاردوگل، خیابان شاردوگل، هنوز شاردوگل همان دوگلیست که با اعتراض ادهی از دانشجویان در خیابانها دست از قدرت کشید، به خلوت دهکده زادگاهش قناعت کرد. آقای رفسنجانی، شما مگر با چسب اوهو به صندلی چسبیده اید؟ لطفاً شکل و شمایل خود را در آینه ببینید. این چربی رفا و ثروت میلیاردی که شما دارید والا به خدا دور قلب شما را گرفته، به نفس تنگی افتادید. بابا دست کنید، دست بردارید، به خدا تاریخ مصرف شما تموم شده. من این مناسبت نیست یادتان بیاورم.
اگرچه گوشتونم ممکنه الان نشنه، یادتونم حافظتونم خراب شده، به یادتان بیاورم صحنه شکوهمند بخشش و ایثار مردی را که 26 سال در زندان بود، با چنان روی گشاده ای با زندان بالان خود روبرو شد، نه تنها نکشت، نه تنها مصادره نکرد، خلاصه نه تنها آنها را به غربت و تبعید نفرستاد، بلکه سردسته زندانبانان خودش را وقتی شد رئیس جمهور به معاونت خود برگزید. تمام عواملی را که تخصصی داشتند، هرچند بیش از 1 ربع قرن بر سقف‌های او نمک پاشیده بودند، به کار دعوت کرد، به کار گماشت و از تجربیات و کارایی و دانش آنها برای سرزمین مادری خود بهره گرفت. این چنین است که نام نلسون ماندلا در کنار نام گاندی و امثال آن پایدار و جاودان می‌ماند. آیا در دوران انقلابی که در ایران برپا شد، حتی وطن پرست‌ترین با شرف‌ترین جانبازترین افراد این مملکت که با کمترین دستمزد در حد گذران حداقل زندگی جانشان را بر سر دست گرفته بودند و در حد توانشان در خدمت مرز و بوم ایران بودند، چنین رفتاری به عمل آمد؟ یا اینکه صدها نفر از آنها را به جرم شرکت در ارتش شاهنشاهی به جوخه اعدام سپردی؟ هزارها از ترس چنین سرنوشتی دست زن و فرزند خودشان را گرفتم، به بیخوره های دیار غربت پناه بردن و در شرایط سخت و گاهی قابل تأثیر به زیست ترخ خود ادامه میدن. آقای رفسنجانی، بار دیگر چشمتان را برهم بنهید، خودتان را لحظاتی به جای این دردمندان دور از وطن بگذارید، رنج آنها، خانواده آنها را لمس کنید. این هاست که نام نیک از انسان بر جا می‌ماند. قبول کنید آقای رفسنجانی، فردا خیلی دیر است، تا هفته آینده و روایتی دیگر. روز و روزگارتون خوش.